میدونی که کشور ما پول توش زیاده، ما 18 اقتصاد دنیایی، 2000 میلیارد دلار ترنوول مالی سالانه روز. خیلی رقم بالاست که بعضی میگن چون اقتصاد ایران غیر شفافه همش ثبت نشده. رقم اصلی از اینم بالاتره، رقم اصلی از این هم بالاتره. ما نخواستیم بگیم اقتصاد 12 و 13 باشه، همون 18 همی. پس پوله کجا میره؟ هیچ. این پوله باید سمت تولید بره. تا موقعی که این پوله، بعد ما چیکار؟ ما 12 تا 20 میلیارد دلار قاچاق کالا داریم. قاچاق کالا یعنی چی؟ کالا ارزون. بعد فهمید آمریکایی‌ها چیکار میکنن؟ برای اینکه تو رو نابودت کنن دمپینگ میکنن. دمپینگ میرن چی؟ یعنی کالا رو میارن لب مرزت، اگر 1000 تومان تموم شده عمدن میفروشن 500 تومان که کارخونه تو تعطیل شه. مثلا همین اتفاق افتاد زمانی که ما بحث طرح خودکفایی نیشکر خوزستان داشتیم پیگیری میکردیم. مثلا شکر در میاد کیلو 1000 تومان داخلی، آوردن لب مرز تو عراق شکر کیلو 700 تومان. ضرر میکنن، میگن اما این بخوره زمین. اصلا یکی از روشایی که شرکت چند ملیتی جای رو میزنه زمینه، میگن عجب یک بخش این کشور این شرکت داره خودکفا میشه توی بحثی، میگه چیکار کنه؟ میگن عیبی نداره، یه میلیارد دلار ضرر میکنیم، بعدن اون که خورد زمین تا 4 سال عوض 4 میلیارد دلار در میاریم، ببرید دور این ارزونتر بفروشید به قیمت تمام شده، حتی کمتر، یعنی سوبسید بدید قیمت تمام. میاد اون کشور میگیره، اون کارخونه دار دیگه نمیتونه چی میشه؟ میشکنه. وقت شکست میگه الان دیگه بازارش دست ماست، حالا ریز ریز همون قیمت رو میبرن بالا. ترامپ چرا الان اومده شروع کرده داره تعرفه وضع میکنه روی واردات؟ میگه هر کسی میخواد به آمریکا چیزی وارد کنه باید گرونتر باشه تو آمریکا. من دولت بعضا 100% تعرفه. میگه اگه این مثلا تیراهن در اومده مثلا چه میدونم 1 میلیون تومان، 1 میلیونم من دولت میذارم روش، 2 میلیون تومان میفروشم داخل، دیگه آمریکایی‌ها نمیصرفه بخره، براش نمیخره، اگرم بخره دولتشون هم 1 میلیون سود کرده. تعرفه میزنن دیگه. قاچاق کالا هم ندارن. قاچاق هم عزیزم این نمیشه که مثلا 20 میلیارد دلار یا 12 میلیارد قاچاق نیست که تو رو دوشت بذاری برداری بیاری. حتما یه جای داری فساد اتفاق میفته. شما دیدید مثلا 180 تن کود انسانی از ترکیه وارد میشه. اینا عددو میزنن، من بعید میدونم واقعا یه نفر افش کود انسانی تو وارد کنه. هست تولید میشه در کشور. ناخواستم تولید میشه، اصلا نخواهم تولید میشه. خب و این چیه؟ این رقمو اینو میزنه، یعنی این به اسم اون یه چیز دیگه وارد میکنه. من اگه بخوام یه کاری بشم، اولین کاری که میکنم گمرکات کشور رو تا میتونم تجهیز میکنم. تا هم چند ماه اول اگه یه کاری بشم، من که نمیشم، شما که میشید بکنید که خیالم راحت بشه. اینجا نمیاد بررسیای جدی ها، بعد ببینم کدوم کالایی میخواد وارد بشه. اگرم میخواد وارد بشه، وارد میشه به تعرف گمرکیشو بده، دولت پولدار بشه، دولت پولدار راحت حقوقاشو بده، اینجوری به فلاکت نیفته بگه من حقوق کارمند رو الان دیگه نمیتونم بدم اگه نفت نتونم بفروشم. ریشه ای درست کنیم آقا جان. این نمیشه هر دولت ما که بعد این حل بشه به دولت خاص، همه دولت هم یه دولتی بده به دولت قبلی فوش بده، 4 سال اولش هم عمدن تورم پایین نگه داره که مردم میگن باری کلا چه دولت خوبی، بعد یهو 4 سال دومش که گذشت رای گرفت 100 دو واکنه یهو 3 برابر. تقریبا تو تمام دولت‌های ما داشتیم 4 سال دوم همین گندو زدن. چه وضعیه؟